آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویران چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. نوروز امسال هم بسیاری از زندانیان سیاسی نتونستن لحظه تحویل سال نو رو بیرون از زندان و در کنار خانواده هاشون جشن بگیرن. یادآوری نام این عزیزان ادای دینیه به همه کسانی که ارزشمندترین لحظات زندگی خودشون رو برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران وقف کردن. سید محمد حسین کاظمینی بروجردی، زندانی سیاسی و روحانی مخالف حکومت دینی، در مهر 1385 بازداشت شد و به 11 سال زندان محکوم شد. امسال دهمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار کرد ایرانیه که در محکومیت 11 ساله زندان به سر میبره. امسال نهمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. زینب جلالیان فعال سیاسی کرد محکوم به حبس ابد، 9 نوروز در زندانه. ارژنگ داوودی فعال سیاسی بیش از 8 سال در زندانه و تحمل طولانی مدت زندان باعث شده قوه بینایی و شنواییش با مشکل مواجه بشه. ضیاء نبوی فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل که در سال 88 بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده، امسال هفتمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. بهار هدایت، زندانی سیاسی، فعال دانشجویی، فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت که در سال 88 بازداشت و به 9 سال و نیم حبس محکوم شده، امسال هفتمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. رسول بداقی فعال صنفی معلمان و زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، امسال هفتمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. مریم اکبری منفرد در سال 1388 بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد. سه برادر و یک خواهرش نیز در دهه 60 به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدند. اکبری منفرد امسال هفتمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. سخی ریگی، وبلاگ نویس بلوچ و عضو ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی که از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به 20 سال حبس تعزیری محکوم شده، امسال هفتمین نوروز خودش را در زندان جشن میگیره. امید کوکبی، دانشمند جوان ایرانی، برگزیده المپیاد و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی که در سال 89 بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده، امسال ششمین نوروز خودش را در زندان جشن میگیره. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی، بهنام امسال ششمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. مهوش شهریاری ثابت یکی از مدیران جامعه بهائی ایران که در اسفند 86 بازداشت و به 20 سال زندان محکوم شد. او به همراه 6 مدیر بهائی دیگه به نامهای فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم بیش از 7 نوروز در زندانند. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در سال 90 بازداشت و به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شده، امسال پنجمین نوروزه که در زندان به سر میبره. سعید مدنی جامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و استاد دانشگاه، سال 90 بازداشت و به 6 سال به حبس محکوم شد. این روزنامه‌نگار امسال پنجمین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره.
مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که به دلیل اعتقادات مذهبی به 4 سال زندان محکوم شده، امسال سومین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. آتنا فرقدانی، هنرمند نقاش و فعال حقوق کودکان، از آذر ماه 1393 تا کنون زندانیه. امسال دومین نوروز خودش رو در زندان جشن میگیره. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال 93 برای چندمین بار بازداشت شد و برای گذراندن 6 سال حبس به زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده، امسال دومین نوروز خودش را در زندان جشن می‌گیرد. همینطور یاد میکنیم از زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران نمادین جنبش سبز که به عهدشون پایدار موندن و به خاطر صیانت از آرای مردم، امسال ششمین نوروز رو در حصر خانگی به استقبال بهار میرن. این اسامی نمونه ای از صدها زندانی سیاسی که به خاطر ابراز عقیده در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار شدن، به امید روزی که هیچ انسانی به خاطر ابراز عقیده در بند نباشه.